18مین روز اسفند ماه برابر با 9 مارچ سال 629 خورشیدی برابر با 1250 میلادی، افتتاح کلیسای معروف نوتردام در پاریس که در قدیم محل دو زیارتگاه بود و اسقف وقت پاریس تصمیم گرفت به جای دو زیارتگاه قدیمی بنای بزرگ بسازد. از این رو نخستین سنگ بنا گذاشته شد و پس از آن که ساختمان اصلی آن به پایان رسید، نمای ظاهری و نیز صحن کلیسا خاتمه یافت. با این حال در اوایل قرن 13 تعمیرات دیگری در آنجا انجام شد و سرانجام پس از 114 سال که از زمان شروع ساخت آن گذشت، در نهایت با شکوه و جلال خاصی افتتاح شد. کلیسای نوتردام در زمینی به طول 130 متر و عرض 108 متر قرار دارد که ارتفاع ساختمان آن 35 متر و تا نوک این بنا 69 متر می باشد. این کلیسا 3 در به نامهای سنت آن، قیامت و حضرت مریم دارد. از نکات برجسته کلیسای نوتردام نقش برجسته هایی است که فضایل و رضایل را مجسم می سازد. کلیسای معروف نوتردام در پاریس به عنوان سمبل معماری کهن فرانسه سالیانه پذیرای میلیون ها توریست از سراسر جهان می باشد. سال 1115 خورشیدی برابر با 1736 میلادی، تاجگذاری نادرشاه افشار و آغاز سلطنت افشاریه. پس از آرام شدن اوضاع داخلی ایران که به دنبال شورش افغانها و سقوط صفویه در کشور ایجاد شده بود، نادرقلی افشار با درایت و جنگجویی خود توانست یکی پس از دیگری بر مشکلات فائق آید و اوضاع را کنترل کند. وی کلیه معتمدان محلی و کشوری را در صحرای مغان جمع کرد و شرحی از خدمات خود و بیکفایتی آخرین شاه صفوی را برشمرد. سپس از این افراد خواست که درباره سلطنت تعیین تکلیف کنند و در این میان حاضرین او را نامزد سلطنت کردند. نادر در ابتدا با ترفند سعی کرد از پذیرش سلطنت خودداری نماید، اما سرانجام پس از 1 ماه تأمل، به شرط اینکه کسی از خاندان صفوی حمایت نکند و تمامی شرکت کنندگان نسبت به نادر و فرزندان او وفادار باشند، سلطنت را پذیرفت. وقتی این شرایط مورد پذیرش حضار قرار گرفت، نادرقلی افشار به نام نادرشاه افشار در دشت مغان تاج گذاری کرد. نادرشاه افشار به دلیل جنگ‌های فراوان و کشورگشایی‌های متعدد به عنوان ناپلئون شرق معروف شد. سال 1371 خورشیدی برابر با 1992 میلادی، در گذشت مناخیم بگین، سیاستمدار و از پایه‌گذاران اسرائیل که در منطقه بالتیک در لهستان به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلاتش به فرماندهی سازمان یهودی ایرگون که کار انتقال یهودیان به اسرائیل را بر عهده داشت انتخاب گردید. بگین سپس جنبش سیاسی موسوم به هروت را که منعکس کننده افکار و عقاید وی و همراهانش بود پای ریزی کرد و در سال بعد نیز به عضویت پارلمان اسرائیل موسوم به کنست درآمد. او سالها به عنوان وزیر مشاور در امور خارجی و نخست وزیر در صحنه سیاسی اسرائیل ایفای نقش نمود.